سلام مجدد داریم حضور تمامی شما گرامیانی که از اول بیننده برنامه خود بودین و کسانی که جدیدن بیننده برنامه عصر حریوا هستین. در بخش از برنامه بانو بسیر صفا تاهیری در برنامه با خود دارین، مسئول سازمان جوانان نااندیش افغانستان و شعبه در هرات. و من خیلی خوش آمدید میگم بانو تاهیری در برنامه که وقت خورد به ما دادن و حضور یافتن در برنامه. خیلی خوش آمدید. یاد خدای بزرگ، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بیننده های هیرامی و همشهریان عزیزم. عصر بخیری دارم برای همه. عصر شما همچنان بخیر. خیلی خوش آمدین به برنامه بانو تاهیری. و اما قسمی که گفتم جزی از مؤسس سازمان جوانان نواندیش افغانستان و شعبه در هرات هستین. میخوام از زبان خود شما بشنویم در مورد از این سازمان، چه قسم سازمان هست، چه سال افتتاح شده و در مورد فعالیت های سازمان جوانان نواندیش افغانستان در سال 1394 برای اولین بار در کابل افتتاح شد و دوستا و همکارای ما در کابل فعالیت های خود، فعالیت های فرهنگی اجتماعی آغاز کردم و فعلا در اکثریت از ولایات، 34 ولایت فعالیت داره و در ولایت هرات قبلا و دوستا و همکارای ما فعالیت های فرهنگی اجتماعی داشتم و امسال و اوایل سال مسئولیت از سازمان به دوش ما گذاشته شد و اولین کاری که و فعالیتی که در این سازمان ما شروع کردیم از خود معارف بود که انتخاب آموزگاران برتر سال 1398 بود که 12 آموزگار ما انتخاب کردیم به اساس همون معیارهایی که تعیین شده به صورت آنلاین ثبت نام کردم. دوستا انتخاب شدم که روز معلم به ما اینا را در یک محفل باشکوهی با حضور داشت مقام ولایت، نماینده مقام ولایت و رؤسای محترم و شورای ولایتی و اعضای پارلمان برنامه خیلی باشکوه تجلیل شد و ما توانستیم به 12 استاد از اونجا تقدیر کنیم و تندیس ادا بشه. و برنامه های دیگه که خود سازمان جوانان نواندیش افغانستان داشته سالهای گذشته، اول حکومت آموزشی بود که در هرات خیلی وسیع بزرگ آموزش داده بودن، سمینارهایی در هرات دایر کرده بودن برای جوانان و فعلا که مسئولیت خود دارم و سعی دارم که بیشتر فعالیت ها و طرح ها و برنامه های در معارف باشه و همچنین جوانان. تشکر بانو تاهیری. انگیزه ایجاد مؤسسه جوانان نواندیش چی بود که آمدن دست به فعالیت زدن و این مؤسسه ایجاد کردن؟ مؤسسه تبعیض که جوانان فعال و خلاق و خود با انرژی که در افغانستان ما داریم، هر کس به نحوه میخواد از یک آدرس یک فعالیت داشته باشه و جوانایی که در این سازمان ابتدا آمدن تأسیس کردن و تبعیض که همو انگیزه و همو عشق و علاقه ای که به کار و فعالیت در وطن خود داشتم و در هرات که مسئولیت ما خودم گرفتم و هدف خودم هم ای بود که از یک آدرس مشخصی با وجود این با فعالیت ها و برنامه های در گذشته داشتم قبل از اینکه به این سازمان بیاییم و همچنین حالی که من رئیس کمیته دادخواهی شبکه مدیران زنم و فعالیت های دیگه در کنار از این باعث شد که در سازمان جوانان نااندیش در کنار وظیفه ای که در مکتب دارم، مدیریت یک مکتب به دوش دارم، یعنی به اینجی کار کنم و همچنین مسئولیت های دیگه مثل به حیث سفیر استقلال افغانستان که قبلا ما رو انتخاب کرده بودم و دانستیم همو اندازه فعالیت هایی که داشته باشیم داشتیم و چند وقت قبل که پروسه لوی جرگه مشورتی صلح بود به اونجی لطف کردن دوستا برای ما اعتماد کردن و راهی دادن به طریق راه زنا انتخاب شدیم اونجا در تجمعات مثل لوی جرگه و تجمعات جوانان در استقلال صدمین سالگرد استقلال افغانستان که بود برنامه های داشتم اینا و حیث سفیر انتخاب شدیم و این همه برنامه و فعالیت ها که در هرات داشتیم و باعث شد که در خود سازمان هم یک فعالیتی، یک کاری برای مردم خود داشته باشیم. تشکر بانو تاهیری. زمانی که شما میایم در این مؤسسه جوانان نابغه و جوانان اینا با هم دیگر یک جا میکنین، چی تاثیر میتونه روی از اینا داشته باشه؟ تشویق کردن از اینا، چی خود متعلمین باشه، چی خود اساتید؟
خب تبعیض که زمانی که از یک آدرس بخوایم کار کنیم اون آدرسی هم که ما جواز کار داشته باشیم خیلی راحت تر. مثلا من خودم قبلا که برنامه های با دوستا و هم تیمای خود زمانی میخواستیم آغاز بکنیم یک بنبستی رو برام شدیم، اما از یک سازمان زمانی که جواز کار و جواز فعالیت همگی خوشبختانه داریم خیلی راحت تره. برای ما انگیزه میدم، میتونیم خیلی طرحایی که در ذهن خود داریم، ما اهدافی که داریم میتونیم اونا رو عملی بسازیم. از این را خیلی از دوستا زمانی که من مسئولیت گرفتم همه حال شوق اشتیاق دارم، هر کدام میان که مسئولیت و ما میخوایم عضوی از این سازمان باشه، میخوایم فعالیت داشته باشیم در کنار یک تیم. کار تیمی خود شما میفهمین که تایی که برای فردی و در یک آدرس مشخصی نباشه کار تیمی کردن مشکل است. حال واقعیت دست ما بازتر شده، زمانی که با این سازمان هستم خیلی راحت تر میتونم دوستا و کسایی که میخوان فعالیت داشته باشم، ایده دارم، طرح دارم، میخوام اینا رو عملی بسازم، وقتی با هم جمع میشیم، جلسه میگیریم، صحبت هایی میشه، اینا همگی یعنی همه مملو از طرح و ایده و برنامه ام. به این یک کسی میخواد برای زنا یک انگیزه ایجاد کنه، حرکت کنم. و من از ابتدا که بی سازمان کار خود شروع کردم خیلی خوشبین هستم و میفهمم که این برنامه هایی که ما داریم عملی میسازیم و خیلی مفید هم به جامعه 100% است. از ابتدا که کار شروع کردم با وجودی که همه از بودجه شخصی فرد خودم و یک از دوستا و همکارانم که خانم سلیم شاهی در این بخش کار میکنم، ما دو نفر با هم بودیم، واقعیت توانستیم خیلی برنامه تاثیرگذاری در شهر هرات برگزار کنیم. همین برنامه به آموزگاران برتر بود. آموزگاران برتر یک تحولی بود، یک تشویقی، تقدیری و معرفی بهترین استادا به جامعه. کسایی بودن که فعالیت هایی داشتم که حتی خود نشناسایی به زنا نداشتم. بعدن که وقتی به این برنامه فرما ثبت نام میشد و میرفتن جواب های خود اونا میفرستادم، وقتی ما مطالعه میکردم میدیدم واقعا الگو برداری از روی سوالا و کارکرده و طرحهای از اونا، یعنی کسایی است که ما سالهای سال نمیشناسیم اونا، کاملا به فراموشی سپرده شده بود. این برنامه ها خیلی موثر میتونه برای جامعه ما و خصوص با معارف باشه. دیگه در چی حرسه معارف همکاری دارین و فعالیت های انجام میدیم روی خود متعلمین؟ در مکتب فعالیت هایی که داریم خود مکسته مسئولیت در حدی و مدیریتی که دارم همیست. خوشبختانه چندین ساله که در مکتب هستم با تیم عالی از همکارای خود توانستیم در سطح افغانستان و خصوص در سطح هرات در کنار مکاتب نمونه اسپیناتی، خیلی فکر کنم لیسی یا اسپیناتی خیلی کم بشناسم، معلومات چندان ندارم، اما در این چند سال انقدر سر زبان ها شده که لیسی یا اسپیناتی در کنار مکاتب برتر و نمونه ای که سالهای سال نمونه هستن توانست جایزه بین المللی بگیره، شاگرده این توانست مقام های در مسابقات بگیره و همچنین بورسیه های خارجی که میبینه در بین تمام مکاتب مثلا 5 شاگرده که بورسیه های امریکا انتخاب میشه از شاگرده مکتب ماست. این همه انگیزه و درس و تعلیمی که چندین سال به یک شوق و اشتیاقی که در داخل لیسی اسپیناتی و همچنین همکارای ما هر روز طرحها و برنامه های ایده های جدیدتری دارن که ما بتونیم شاگردای ما سطح آگاهی اینا بالا بره و بیشتر بیشتر در کنار از درس و کتاب نه اکتفا نکنیم، بیشتر بتونیم موضوعات بهتر و چیزی که مفید به جامعه ما و نیاز است که یک شاگرد و یک دانش آموز دختر یاد بگیره برای زن آموزش بده. و جای داره از من تشکری داشته باشم از شورای والدین و شورای اداری مکتب. واقعا 6 ساله که من مکتب کار میکنم در کنار ما این یک قوت برای ما، راحت میتونیم در اینجا ما و همکارای ما با خیلی فکر آرام کار کنیم و این در کنار از او تشویق از اوناست که این دخترای اینا اولادهای اینا مکتب میایم و آموزش میبینن. سال به سال تعداد شاگردا و تعداد دانش آموزان دختر ما بیشتر شده میره و سطح آموزش اینا نسبت به سالهای دیگه بهتره، پذیرش کنکور ما متوجه میشیم هر سال بهتر و برتر از سال دیگره که یه جای خوشی است برای ما، برای فامیل ها همگی که این پیشرفت دارن. بانو تایری، شما گفتن عضو شبکه مدیران زن هم هستم، دلیلی که آماده عضویت از این شبکه گرفتیم چی بود و میخواییم در این شبکه چی فعالیت های انجام بدیم؟ بحث رئیس کمیته دادخواهی زنان در شبکه مدیریت زنان هرات هستم.
به اونجی به دلیل ای بود که من دادخواهی هایی قبلا هم در قسمت معارف و دادخواهی به خاطر معلمین داشتیم. من این گفت 100% دادخواهی ها ما نتیجه داده، باز هم بد نبود برای ازی که ما اقدام کرده بودیم. برای این خاطر آمادم در این شبکه به حیث مسئول که تعیین شدیم، همه دوستا که در اینجا هستیم، ما میخواییم چند وقت بیشتر از طریق صفحات مجازی، از طریق تلفن، از طریق از هر آدرس شد برای همه زنها این اطلاعیه دادیم که اگر شما به مدیریت بر هر ارگان دولتی میخوایی باشن، تنها نه معارف نه مکاتب، و هر جا که هستیم با مشکلی برمیخوریم، برای چالشی به سر راه شما هست، برای ما اطلاع بدیم، برای ما اطلاع بدیم که بعدا ما بیاییم اون رو مستندسازی بکنیم، از طریق مستندسازی بشه بعدا ما بریم به اون قضیه که این قضیه چی بود، چرا چالش وجود آمد، چرا مشکل ایجاد شد، بعدا دادخواهی صورت بگیره تا همون حقوقی که خانم ها داره، حق خانم ها داره در اداره داره سالهای سال تلف شده، ما بتانیم همون رو پس برای خانم ها بدیم. من نمیگم 100% ما میتونیم از طریق دادخواهی خود همون حق خانم ها رو پس برین و برسانیم یا ای که دست بیاریم، اما از تلاش خود دست نمیکشیم. آهسته آهسته روزی میشه که 100% اون نتیجه رو دست بیاریم. ابتدا که قدم میگذاریم از صفر شروع میکنیم تا بالاخره آهسته آهسته گام به گام تا بتونیم 100 برسیم. همه ما خانم ها زمانی که کنار هم باشه، مثلا یک از خانم ها که مشکل داشته باشه، مشکل خود برملا کنه برای ما که پیش بریم، پیش قدم بشیم، تبعیض که حتما مشکل به یک طریقی حل میشه. بانو تایری، جایگاه بانوان و مشکلاتی که بانوان داشتن گذشته از گذشته و نسبت امروز یک مقایسه داشته باشیم چیگونه هست؟ من خوشبختانه بگم فعلا خانم ها فعالیت های اینا و جایگاه اینا بهتر نسبت به گذشته میبینم. گذشته میدیدیم که حضور خانم ها در ادارات دولتی کمتر بود، کمرنگ بود کاملا، اما حال میبینی خیلی واقعا پررنگ شده و خانم ها روز به روز پیشرفت میکنن، روز به روز هی به خود باور میکنن، باور میکنن که ما میتونیم. حرکت خانم ها هر روز بیشتر شده میره، هر روز خانم های خیلی شجاع و قوی و با انگیزه به جامعه می آیم و برای اما همه چالش ها و مشکلات که سر را اینای همه کنار گذاشته می آیم ظاهر می شم و هم می گه بله، ما بر کنار برادرای خود، بر کنار مردها می تونیم، این توانایی داریم. و مطمئن هستم خیلی از خانم های فعال با ایده های خیلی خوب در کنار خانه نشسته هم و آرزوی روزی دارم که اینا بیایم در کنار ما و در کنار خانم های دیگه که هسته فعالیت داشته باشم. ما از این چیز اونو میخوام حرکت کنیم. هیچ کس نمیگه، دست ما رو نمیگیره که ما بخیزیم، منتظر کسی نباشیم، خود ما حرکت کنیم، خود ما مسیر خود ادامه بدیم. با اهدافی که داریم تا تلاش نکنیم نمیتونیم بریم. تلاش از که ما رو میتونه و مسیری که و ما هدفی که داریم برسانیم. برای همه ثابت بسازیم که خانم ها هم میتونه و تبعیض که ثابت ساختم خانم ها روز به روز. اگر شما ببینید فعالیت های خانم ها، کارکرد های خانم ها و دستاورد های حتی به افغانستان به دست میاد از طریق کی؟ از طریق خانم هاست. و دید ما در مقابل خانم ها و آینده خانم ها خیلی روشنه و میفهمم که ما میتونیم. زن ها روزی برای همه ثابت میسازیم که ما هم توانایی داشتیم و داریم. تشکر بسیار زیاد بانو طاهری با بانوان آخرین گفتنی. و اگر در مورد رشد و فعالیت خود بانوان، به خصوص شما که بانوان یک مدیر هستیم و یک دادخواهی بکنیم در بخش معارف، میتونه چی تغییرات در معارف کشور ما و به خصوص در معارف هرات بیاره، در این باره اگه گفتنی داشته باشه. من یک موضوع میخواستم روشن بسازم. خیلی از خانم هاست که ظلم میشه به سر اینا، خیلی از خانم هاست که صدمه دیدم، اما با همون صدمه ای که دیدم برای ترس حراس از آبرو عزت خود خاموشم، هیچ برملا نمی کنم. یا یک تعداد از خانم ها هست که به مکاتب معلمم به یک نحوی برای سر از اونا ظلمی شده یا صدمه رسیده، خاموش هستم، ترس از این دارم که ما اگر فردا برملا بشیم آبرو و عزت ما همه به خطر میفته. من فقط برای اینا میگم که آبروی عزت درست است، حرف شما درست. اگر ما خاموش باشیم امروز که به سر ما شده، فردا به سر یکی دیگه، پس فردا به سر دیگه، خاموشی خاموشی بالاخره این ظلم به اوج میرسه. اگر ما امروز نه نگم، اگر تو نه نگی، یکی دیگه نگیم، ایستادگی نکنیم، این ادابه پیدا میکنه، روزی میرسه که از توانایی همگی ما بیرون میشه. اگر ما بیایم امروز، اگر اندک مشکلی و اندک صدمه ای که برای ما میرسه مقابله کنیم، به ایستادگی کنیم،
برای زو نه بگیم و اجازه ندیم که سر ما این ظلم ها بشه، تبعیض که روز به روز کمتر شده میره و خوشبختانه این کمتر شده هم داره میره. باز هم خواهش ما از تمام خانم ها و از تمام خواهرها ایست که هر مشکلی که ببینیم چیشون پیشی نکنیم. از او رو اگر برای من میتونیم، برای دوست خود، برای کسی دیگه و شبکه مدیران زن ایجاد شده برای می خاطر و ما میخواییم که زنان از این بیشتر صدمه نبینن، از این بیشتر ظلم تحمل نکنیم، ادامه بدیم. بله ما هم میتونیم و مطمئن هستم که برای چند روزی که اعلام شده برای کمیته دادخواهی شبکه مدیران زن، خیلی از خانم ها تماس میگیرم، خیلی از خانم ها مشکلات خود برملا میکنن، اما باز هم به ترس گویا هویت ما افشا نشه. نه، هویت شما افشا نمیشه. بین شما این روز ای شکایت برسانین که ما مستندسازی کنیم، فردا به سر یکی دیگه نشه. شما اگر خاموش باشیم چیزی نگین، فردا یکی دیگه، نفر دوم، نفر سوم، چهارم، بالاخره خیلی این گسترش پیدا میکنه که واقعا از توانه همگی ما بیرون باشه. اگر امروز بیایم شروع کنیم خیلی خوب خواهد. تشکر بسیار زیاد بانو طاهری از حضور شما در برنامه و امیدوارم حرفایی که گفتین و برنامه هایی که دارین بشه این برنامه ها رشد و پیشرفت بده. تشکر یک جان شما، لطف دارید. و تشکر میکنیم از بیننده های گرامی که بیننده برنامه عصر حریوا هستن. بانو طاهری در برنامه با خود داشتین، فعلا میان برنامه داره، ما بعد از میان برنامه با ادامه برنامه عصر حریوا با ما باشیم.